با سلام به همه شما اشرفی ها و مجاهدان، شما اشرفی ها و مجاهدانی که وارث بر حق راه و آرمان حسین علیه السلام و زینب کبری هستید. السلام علیک یا وارث آدم از صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیه السلام، السلام علیک یا ابن محمد المصطفی، السلام علیک یا ابن علی المرتضی، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا، السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرى. سلام بر شما ای اشرفی ها، سلام بر شما ای سرداران و سالاران و سپه سالاران راه و آرمان حسین و زینب، سلام بر شما ای پرچمداران و علمداران و رهروان راه او، راه حسین و آرمان حسین و زینب کبرا، اون هم در روز عاشورا، در شام غریبان زینب کبرا و در عرض اشرف. سلام بر شما ای گوهران بیبدیل و ای نوامیس ایدولوژیک، شما ای که به حق پرچم هیهات من نزله رو به دست گرفته اید و تا هر کجا که باشد آن را به پیش میبرید و بر قله های بسی رفیع برمی افرازید. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور، اشهد انک قد اقمت الصلات و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت الله و رسوله حتی اتاک الیقین، فلعن الله امتا قتلت که ولعن الله امتا ظلمت که ولعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به. خدا لعنت کند آن کسانی که شما را کشتند از 19 فروردین در 6 و 7 مرداد، از 30 خرداد سال شصت تا الان 120 هزار از شما را کشتند. خدا لعنت کند کسانی که شما را اسیر کردند از 30 خرداد سال شصت بیش از 500 هزار. خدا لعنت کند آن کسانی که همراهی با شما را جرم کردند و به اسارت میبرند و الان بسیاری از شما در اسارتگاه های خمینی هستند. خدا لعنت کند کسانی که شما را در محاصره نگه داشته اند و اجازه ندادند شهدایتان را دفن کنید. بسیاری از شهدایتان مزارشان معلوم نیست، در چارزبر، در فروغ جاویدان، قبل از آن، بعد از آن، در خاوران، در سراسر ایران. و خدا لعنت کند بر کسانی که محاصره پزشکی، محاصره دارویی، محاصره سوخت و لوجستیک بر شما اعمال کردند، بیمارانتان را در بیماری نگه می‌دارند و اجازه رسیدگی به آنها نمی‌دهند. و باز خدا لعنت کند بر آنها که شما را با 300 بلندگو شبانه روز 2 سال است که تحت شکنجه روانی قرار داده اند، فحش و ناسزا میگویند، تهدید میکنند. و خدا لعنت کند همه دشمنان شما را که با هرچه نور و روشنایی
و آزادی و آزادگی است خصومت می‌ورزند و به این دلیل است که از شما می‌ترسند و این همه بلا و ابتلا بر سر شما می‌آورند. و خدا نصرت و یاری دهد به شما، به شما مجاهدین، به شما اشرفی ها و به همه اشرف نشان ها در سراسر دنیا و در سراسر ایران که بی دریغ برای شما، برای حفاظت شما، برای راه و آرمان شما و برای پیروزی شما فدا می کنند. و درود خدا به همه حامیان شما که شجاعانه در همه میدانهای نبرد بی وقفه ادامه می دهند تا شما را به سرمنزل مقصود، یعنی به آزادی و رهایی مردم ایران برسانند، مردم به جان آمده و به سطوح آمده در زیر سرکوب، در زیر چکمه دیکتاتورها و در زیر نعلین ملاها، مردمی که هر آن آرزو می کنند که خدایا ای کاش هرچه زودتر اشرفی ها را برسان، خدایا هرچه زودتر آن راهبری که می تواند برای ما آزادی، دموکراسی، رهایی و برابری بیاورد را برسان. آنها منتظر مسعود و شما هستند. پس خدا نصرت دهد به شما که مطمئنم با این پایداری و با این مقاومت و با این جانفشانی و با این فداکاری و با این وفای به عهد می توانید، آری می توانید، خلقی را از زیر چکمه ملاها نجات دهید و آزادی و رهایی را نیز برای آنها به ارمغان ببرید. پس کور باد چشم هایی که نمی تواند شما را ببیند و بریده باد آن دست هایی که می خواهد به شما گزند آسیب برساند.